یه نیو میکنیم بلانک مپ و بلانک مپ همونو زدیم Alt X دیگه اینقدر تکرار میکنی تا اینا ملکه ذهن میشه. B در واقع چی بود؟ P S F T Side Top یا Top Front روبرو Top Side Perspective. خب گفتیم که ایشون اسمش چیه؟ BSG Binary Side Partition. گفتیم میایید اینجا اسم این بیلدر براشه، درسته؟ اسم این چی هستش؟ یکی از چیزایی که یاد گرفتیم بیلدر براشه. امروز پلر هم یاد میگیری چجوریه، چه میدونم جلسه بعد این هم یاد میگیری، این هم یاد میگیری، موارد رو یاد میگیریم کل هم، بعد بحث تکسچرها رو میاریم، بعد بحث کلا موارد رو میایم میندازیم توی پروژه، تا آخر سر با هم دیگه زمین بازی درست میکنیم، یه سری آدم هم میندازیم توش بریم بکشیم. خب و مواردی که وجود داره. خب چیزی که هستش این خیلی بزرگه. میام اینجا برمیگردم میگم 512 512 زدش ایکس ایگرگ زد دیگه آقا، زدش 16 اینتر رو میزنیم کنسل، میام اینجا سی اس جی کانستراکتیو چی؟ سالید جیومتری یا همون مکان هندسی و از این حرفا میزنی ایشون ساخته میشه. آقا این نماها رو باید کار کنی باهاش. خب جلسات پیش من فقط یه توضیح میدادم، این جلسه دیگه خیلی درگیرش میشه، قشنگ متوجه میشه که داره چیکار میکنه و این نماها خیلی برای ما مهمه. میام اینجا نمای تاپ کنترل رو میگیرم، این غلطه که موس رو به سمت عقب که میکشی این رو دور میکنه، میبری جلو و غلطک موس رو نزدیک میکنه. این همون بی اس جی ما هست. میای این دست دیگه رو هیچی نباشه، رو کلیک چپ که باشه روی موس میتونی بیا این رو بچرخونی صفحه رو. الان گرید من 16 میتونم گریدم رو ریستر بکنم، چه میدونم 8ش بکنم، بکنمش 4، اون دیگه دست خودت، خیلی کوچولو شد، من اون 16 میذارم بمونه. شما اگه روی این مقدار کلیک بکنی میاد بهت نمایش میده این چهار تا طرفش یا همون 512 512 16 در واقع قطرش رو بهت داره نشون میده که اینجا قابل کاملا مشخص هست، شما میتونید ببینیدش. مکان در واقع کنار روبرو و تاپ بالا. میام اینجا و میخوام چیکار کنم؟ بیام یه دونه آقا چیز بندازم توش، یه دونه سرباز، یه دشمن، یه انمی. فقط میخوام ببینید که این انمی قدش چقدره و من چقدر ضخامت رو قرار دادم. میام اینجا، میام تو کدوم قسمت؟ اگه یادتون باشه گفتم میایید میرید توی قسمت کانتنت بروزر، میایید اینجا گفتم میزنید رو آل اسد، میرید روی اسکلتا، در واقع این قسمت اسکلتال مش ایشون رو میزنی برات فیلتر میکنه، میای یه دونه از اینا همشون رو بعدا میتونیم بیاریم تو بازی. فعلا حالا ما بیایم شروع کنیم اتاق ساختن، اتاقامون رو تفکیک بکنیم، هزار تا کارمون انجام بدیم، بعد که ساختم حالا تو تلش میخواد هر چقدر من میخوام اینا میینه، انقدر صفحه‌مو بزرگ میکنم، انقدر با زمانی بازیمون رو بزرگ خواهم که از ساختمونه متفاوت میسازم، تو ساختمونه بچرخم، حالا قرار خیلی خوشگلش بکنیم و تو پروژه‌مون پیاده سازی بکنیم. ایشون رو میگیری میای میندازی اینجا میبندی. الان نگاه کن این اینجاست، من یه ذره اینو میبرم جلو و اینو روش کلیک میکنم. نکته این بی اس جی یا باینری سرچ پارتیشنتون که داره بهت نشون میده، روی هر کدوم که کلیک بکنی نگاه کن بهت این باینری در واقع پارتیشن رو و چهار طرفش رو نشون میده که شما میتونید جابجاش بکنید. من میام روی این شیعه کلیک میکنم، میخوام بکشمش بالا، اینه میبری میکشیش بالا، یا میخوای بکشیش چپ، یا میای به این صورت، یا تو محیط زد، حالا هر جوری که هست میتونی دکمه کنترل رو بزنی بیای اینجا بگیری هر جا دلت میخواد بکشونیش. میبینی دکمه کنترل رو میگیری وسط اینا، میبینی اون دایره چیز مربع رو، مربع رو میگیرم، آقا دوست دارم بیام بذارمش اینجا، بذار اینجا هیچ مشکل نداره، میذارمش اینجا و دستم رو دیگه روی کنترل بر میدارم، اینو قرارش دادم اینجا. خب زمین بازی کوچولوه، زمین بازی چیه؟ کوچیکه. میخوایم بریم
زمین بازی رو بزرگ کنیم توی قسمت تاپ. خب معلومه تو نمیتونی اینجا بزرگش بکنی، تو اصلا نمیتونی، فقط میتونی تو محور ایکس بزرگش کنی. من میخوام محور ایگرگ هم ببینم، محور ایگرگ رو هم میخوام ببینم، محور ایکس رو. آره محور ایگرگ رو داریم نداریم؟ محور ایکس رو دارم فقط. میام روی این قسمت تاپ اینجا، کنترل رو که بگیری، دکمه کنترل، حلقه در واقع موس رو به سمت عقب که بکشی، اینجا شما میتونی این رو ببینی. خب آقا من میخوام این رو شروع کنم تغییر دادن. برای تغییر دادن زمینی که شما داری کلید بی رو میزنی. کلید بی رو که میزنی، نکته اول این مقداره، نگاه کن این مقدار قبلی قرمز رو میبینی، بی اس جی رو، این مقداری که شما داری، این باید بمونه، این بیلدر براش باید بمونه. خب این بیلدر ببین، بیلدر براش ها، الان من یه بیلدر براش دارم، من میخوام یه زمین بازی جدید ایجاد بکنم. خب نمیخوام یه بیلدر براش دیگه الان میام بندازم اینجا، میام دکمه بی رو میزنم میبرمش توی این محیط جدید که مقدار رنگش میشه آبی رنگ. خب دارم راحت، نمیخوام از اصطلاحاتش استفاده بکنم، راحت ترین حالت ممکن. نها کن شما اینجا الان یه مقدار، یک مقدار داری، این شیعه اینجاست، گیرم این آدمه اینجا وایستاده، من میخوام بیام یه چیزی صفحه دیگه ایجاد بکنم که این توش قرار بگیره. برای اینکه این اتفاق بیفته میام چیکار میکنم؟ برمیگردم کلید بی رو میزنم، این از قرمز تبدیل میشه به بلو، رنگ آبی، و شما میتونید چیکار بکنید؟ این رو سیف داشته باشید، مقدار قبلی رو، مقدار قبلی رو سیف داری، زمین جدید ایجاد میکنی. خب دارم میگم اصطلاحاتش استفاده نمیکنم. بی رو میزنم برمیگرده به حالت قرمز، یعنی همون براش بیلدری که ساخته بودم، یعنی هم براش بیلدری که اینجا هستش، میبینید اینو من دارم. ولی وقتی که دکمه بی رو میزنم آبی رنگش میکنم، یعنی میخوام زمین بازی جدید بسازم و مقدار قبلی بمونه، مقدار قبلی تکون نخوره. برای اینکه بتونی این کار رو بکنی، میای روی این دکمه جیومتری مود، این رو اول میزنی میاد تو صفحه، میای اینجا روش کلیک میکنی، چهار طرف رو بهت نشون میده. دکمه کنترل رو میزنی، اینو میزنی انتخاب میشه، اینم میزنی انتخاب میشه. الان تو محور ایکس شروع میکنه تکون خوردن. نگاه کن تکونش میدم، سعی کن خوشگلم تکونش بدی، منظم باشه. اینو الان اینجا تکون دادم، الان میام اینجا اینو روش کلیک کنترل رو میزنم، کنترل رو میزنم، دیگه داریم حرفه‌ایشو کار میکنیم دیگه، نمیام یه آل کنترل رو بگی از این ور بکش اون ور از اون ور، نه کنترل رو نگه میداری، اینو ازش دیسلکت میکنی، میای اینجا اینو سلکت میکنی. الان به سمت بالا میتونم تکونش بدم، میبرمش بالا. سعی کن دستتم خط نخوره، منظورم به خودم ها، منظورم به شما نیست، چون من دستم کلا ویبره داره. میام الان اینجا مست اومد، خیلی خوب باشه اینجا که این ویبره نزنه، و میام اینجا این رو میگیرم میکشم و اینجا این رو دیسلکت میکنم، اینو میام سلکت میکنم. زمین بازیم رو ببین، من هر چقدر دلم بخواد هر لحظه میتونم زمین بازیم رو آپدیت بکنم، اون که دست خودت. الان زمین بازی رو آپدیت کردم، شد این آبیه، یه ذره میکشمش بالاتر، نگاه کن آبجکت رو چقدر در واقع کوچولو الان اینجا، و چقدر اینجا با زمین براش بزرگه. اون تو دلت بخواد من زمین بزرگش میکنم، کاری نداره برام. میام اینجا دوباره روش کلیک میکنم، حتما باید جیومتری تام باشه، این جیومتری باید اینجا باشه. دوباره روی این میزنم، این رو میگیرم میکشمش بالا، اینو دیسلکت میکنم، اینو سلکت میکنم، اینو میگیرم میکشمش این. و اینو دقت بکنید الان داریم چیکار میکنیم، اینا یه سری چیز دارن، قلق دارن، این قلقا رو انجام ندید اذیتتون میکنم. دوباره اینو میگیرم اینجا سلکتش میکنم، میگیرم میکشمش پایین. یه مقداری داره، من خودم استفاده نمی کنم، ولی حالا برید تو داکیومنتش میگه میتونید استفاده کنید. اینو روش کلیک میکنی، کنترل رو آلت رو بگیری، میتونی اینجوری انتخابش بکنی و اینو بکشیش اینجا. آقا از شورت کیش استفاده بکن، اون کلید کوتاه کنندش استفاده کن. اینجا بزنی کنترل، مثلا اینو میخوای تغییر بدی، میای روش میزنی، اینو میزنی تغییرش میدی،
اینا رو الان میتونی تو هر جا دلت میخواد تغییر بدی. خب زمین ما خیلی بزرگ شد. Alt X رو میزنی اینجا بهت چی نشون نمیده؟ نشون میده؟ نه. الان آقا چقدر اینجا آبجکتت بزرگ شده. الان من این رو میگیرم میکشمش اینجا. الان یکی برمیگرده میگه خب این مقداری که اینجا من دارم میبینم این تو این کنار، من میخوام کنار نشونه بدم. این کناره اینقدره. ببین این مقدار براش بیلدر قبلی تا این هنوز مقدار جدید رو آپدیت نکردم. وقتی مقدار جدید درست میکنی نگاه کن اینجا توی فرانت میبینیش یا توی تاپ میبینیش ولی کنار نمیبینیش. بعد چیکار بکنم؟ میاید گزینه بیلد جیومتری فور ویزیبل لول رو میزنی. همین که میزنی کلوز رو میزنی برات ساخت. الان نگاه کن این شد مقدار جدیدت. الان این شد مقدار جدیدت یا این شد مقدار جدیدت. الان من میام اینجا ببین این آبجکت اینجاست یا این انمی اینجاست و من یه همچین زمین بزرگی ساختم. تازه میتونم 100 برابر از این بزرگترش هم بسازم بعدم میسازم. خب الان این خیلی زمین بازیش بزرگه. زمین بازیش بزرگه و ما میتونیم خب خیلی بزرگتر تا دلت بخواد اینجا من میتونم زمین بازی درست بکنم و قرار هستش که اون چیزی که توی در واقع همون متروپولیس بود اونو ما میسازیم، کاری نداره ساختنش. زمینشو میسازم، تکسچراش اضافه میکنم، هوشش اضافه میکنم، زداش اضافه میکنم، انمیش اضافه میکنم، کلی داستان داره همه رو اضافه میکنیم. ولی فعلا یاد بگیریم چجوری میشه اتاق درست کرد، اتاقا رو تفکیک کرد. داستان اینا زیاد دارن. ساده که بیشتر کشیدنه و من این قلق کشیدنش دستتون میفته. الان من اینجا ساختم اینو و به این صورتم دارمش و بیل جیومتریش هم کردم. بریم مرحله بعدی یاد بگیریم که چجوری میشه این مقدار قبلی رو که بیلدر براشی که بوده که شما الان اینجا نمیبینیش رو ببینیمش. کجاست؟ ایاتون باشه اینجا بود. چجوری میتونم انتخابش بکنم؟ بریم ببینیم چجوری میشه پیداش کنم.